خب با توجه به اینکه ما تمام پیش هامون رو درست تنظیم کردیم اینجا فایور پال رو انتخاب کردیم کپچر اسکرچ رو بهش گفتیم درست کجاست همونطور که شما اینجا میبینید به من میگه شما چهل گیگ تقریبا جا دارید و 180 دقیقه میتونید توش فایل کپچر بکنید و حالا توضیحات دیگه که داده شد و مثلا کپچر اینپوتمون یعنی در واقع کپچرمون به شکل دی وی پال با صدای 48 کیلوهرتز کپچر خواهد شد تمام اینا رو درست تنظیم کردیم یه توضیح کوچیکی که من اینو خدمتون بگم که اگر شما دارید کار پال انجام میدید بهتره دیوی پال 48 کلویت رو انتخاب کنید اگر NTSC یکی از این تنظیمات NTSC اگر آنامورفیک تصویر برداری کردید اینو باید روی آنامورفیک بگذارید اگر HD کپچر کردید HD به میخوام تصویر برداری کردید بعد این رو روی اون تنظیم HD بذارید که موقع تصویر برداری انجام دادید و تنظیم شده بوده ما اینجا DV پال فیلم برداری کردیم با 48 کیلوهرتز، هرتز و من این رو روی این تنظیم میذارم خب کلیپ ستینگ شما در واقع به شما میگه که شما میخواید تصویر و صدا رو با هم کپچر بکنید صدا رو اصلا کپچر نکنید اگر این تیک رو بردارید صدا رو کپچر نمیکنه و اگر میخواید صدا رو کپچر بکنید دو تا کانال استریوتون از هم جدا باشن یا با هم توی یک فایل باشن اگر اینجوری باشه برای شما دو تا فایل درست میکنه اگر اینطوری باشه یک فایل درست میکنه شخصا من معمولا این دو تا فایل رو به هم لینک میکنم تا یه فایل صوتی تشکیل بشه اگر شما پریویو رو بزنید موقع کپچر کردن صدای تصویر شما صدای فیلم شما پخش میشه و شما موقع کپچر صداش رو خواهید شنید اگر این تیک رو فعال نکنید صدا رو نخواهید شنید خیلی ها به من زنگ میزنم میگم موقعی که کپچر میکنیم صدا نمیاد علتش همینه شما پریویو رو فعال نکنید صدا نمیاد به دلیل اینکه یه مقداری از حجم محاسباتش رو کم میکنه و راحت تر کپچر میکنه دستگاه و اما بحث لاگینگ شما که بحث خیلی خیلی مفصلیه این پنجره ما چرا اون یه مقدار اینجا شلوغه اجازه بدید من این پروژه رو ببندم و یه پروژه جدید باز کنم نیو Project همونطور که توی بخش قسمت ایزی ستاپ خود نتون گفتم میام توی ایزی ستاپ دیوی پال 25 فریم و ستاپ این کار البته لازم نبود چون من یه بار این کار رو انجام دادم ولی فقط برای اینکه توی این درس ما یه بار یادآوری کرده باشیم هم انجام دادم که شما ببینید خب فرض کنیم که ما الان می‌خوایم کپچر بکنیم البته چرا فرض کنیم میخوایم کپچر بکنیم خب من پلی رو میزنم و شروع میکنه تصویر رو پخش شدن از اول فیلم چون شروع نشد من استاپ رو میزنم برمیگردم عقب و همونطور که شما می‌بینید این تایم کد تیپ من هست پلی رو میزنم و شما اینجا سه تا عنوان میبینید کلیپ ناو و بچ من اگر موقعی که دارم تصویرم رو پخش میشه و پس تصویرم رو میبینم اگر ناو رو بزنم شروع میکنم به کپچه کردن تا زمانی که من به صورت دستی کپچه رو متوقف بکنم مثلا اینجا اسکیپ رو من میزنم و همونطور که شما اینجا میبینید برای من یک فایل درست کرده که اسمش untitled و همون فایلی که ما اینجا داشتیم میدیدیم خب یه روشی وجود داره و یه کاری شما میتونید انجام بدیم برای اینکه خیلی نظم و ترتیبی بهتری داشته باشه کارتون به چه صورت شما اینجا میتونید یک فولدر درست بکنید من میام نیو بین با رایت کلیک کردن یا کنترل کلیک کردن یا فایل نیو و بین اسم این فولدر رو میذارم مثلا بک stage یا بذارید فارسی بنویسم پشت نه الان هر چی من کپچر انجام بدم توی این فولدر به صورت مستقیم و اتوماتیک بیره ریل ما در واقع نوار ما هست موقعی که شما کاری انجام میدید که نواراش خیلی زیاد شده مثلا کار مستند انجام دادید 80 تا 100 تا 200 تا نوار داشتید روی نوارها من معمولا دیدم که دوستان اطلاعات مربوط به فیلم برداری می که کار فوق العاده خوبی به دلیل اینکه خب اگه اینجوری نباشه خیلی از فایل خیلی از نوارهاتون گم میشه حالا یا ترتیبش خیلی سخت است به طور مثال اینجا اسم این نوار ما مثلا استیج یا بذارید بزنم S اس پس اسم این نواری که من توی دستگاه گذاشتم و گذاشتم استودیو توضیح در موردش اگر من مثلا میخوام توضیح بدم می behind سین یا همون پشت صحنه در واقع صحنه چی هست و برداشت چندمه. اگر شما اطلاعات خاصی بخواید میتونید اینجا وارد بکنید و مثلا برداشت من میزنم اول زاویه دوربینمونم که حالا خب اینجا ما چون یه دوربین بیشتر نداشتیم نیاز نیست اینجا برای اطلاعات اضافه است اطلاعات اضافه مثلا من میزنم شروع فقط من خیلی معذرت میخوام اگر خیلی ریزه این فونت و شما نمیتونید بخونید اجازه بدید من این زوم بکنم روش راحت تر بشه شروع شروع کار و حالا من اگر کپچر انجام بدم با یک شرایط خاص این اطلاعات رو وارد اون فایل میکنه اما این فولدری که ما اینجا درست کردیم برای چی بود شما یک لاگینگ بین دارید که همونطور که شما اینجا میبینید نوشته چاپ ان ادیت من اگر این رو بزنم خب طبیعتا این همچی فولدری اینجا ندارم چجوری من میتونم به نرم افزار فانالکات بگم که هر چی کپچر کردی توی این فولدر بریز من روش یه رایت کلیک میکنم یا کنترل کلیک و set logging bin یا از فایل set logging bin همونطور که شما میبینید یک کلاکت کوچولوی این ظاهر میشه و همونطور که شما اینجا هم میبینید لاگ بین من میزنه پشت صحنه. بازم شاید درتون سوال باشه که خب چه نیازی هست ما یه همچین کاری انجام بدیم اگر شما 20 تا نوار رو کپچر بکنید اینجا یک لیست وحشتناک از فایل ها درست میشه اما اگر هر چیزی توی فولدر خودش مربوط به جای خودش باشه طبیعتا نظم و ترتیب خیلی بهتری داره خب من الان پلی رو میزنم و کپچر نوار رو روش کلیک میکنم اگر من اینجا کنسل رو بزنم در واقع اسکیپ رو بزنم که کپچر همونجا قطع بشه همونطور که شما بینید این فایل من توی این فولدر پشت صحنه است behind سین یک behind سین یک و توی فولدر پشت صحنه. اگر من اینجا اطلاعات دیگه ای هم بخوام راجب این فایل ببینم کامند نو یا در واقع همون آیتم properties توی قسمت اینجا اگر شما ببینید ادیت و فرمت آیتم properties شما میتونید اینجا بیاد ببینید که اطلاعاتی که شما بهش دادید اینجا درج شده یعنی اینجا نوشته که لاگ نوتش این شروع کاره و شات یک ماست اسم توضیحش بیهایند سینه اسمش بیهایند سینه یکه و مال حلقه مربوط به استودیوه یعنی حلقه فیلمی که توش الان استدیوه اگر کار شما کوتاهه و خب خیلی کار راش زیاد نداره و شما خیلی فیلم برداری نکردید شاید این کارها یه مقداری بر شما تشریفات باشه ولی اگر کار شما تعداد حلقه های زیادی داره من بهتون توصیه میکنم حتما این کار رو انجام بدید واقعا مدیریت فایلتون بعدا خیلی سخت خواهد شد اگر این کار را انجام ندید همونطور که شما دیدید به صورت اتوماتیک شات من رو یه دونه برد بالا طبیعتا این نما دیگه نمیتونه همون نما باشه پس اسمش عوض میشه من اگر دوباره اینجا پلی رو بزنم و شروع کنم کپچر ناو من مثلا تا اینجا کپچر بکنم و اسکیپ رو بزنم دقیقا با همون مشخصات به اسم سینز دو اینجا ظاهر میشه خب نا رو با هم دیدیم همونطور که شما ملاحظه کردید توی درس قبل شما اگر پلی رو بزنید این پخش میشه هر جا نا رو بزنید شروع میکنه به کپچر کردن و مثل زدن دکمه ریکورد روی دوربینتون یا روی هر وسیله دیگه ایه اسکیپ هم که خب قطعش میکنه اما ممکنه برای شما اینی که بخواید دونه به دونه این کلیپ ها رو کپچر بکنید یه مقدار کار سختی باشه یا دنبال روش راحت تری بگردید روش راحت ترینه اینه که اجازه بدید من این فایل ها رو پاک بکنم و توی این درس که با هم کپچر نارو توی درس های بعدی با هم لا کلیپ کلیپ و بعدش رو میبینیم که روش های خیلی جالب تری هست و یه مقدار شاید پیشرفت تر باشه